دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز با آموزش یک غذای خیلی قدیمی و خوشمزه به نام اشکنه در خدمتتون هستم. امیدوارم که بپسندید. موادی که احتیاج داریم عبارتند از 3 عدد تخم مرغ، ادویه ها شامل نصف قاشق چای خوری زردچوبه، نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه به میزان لازم نمک، یک قاشق سرصاف، ربع گوجه فرنگی، یک قاشق غذاخوری شنبلیله خشک، 2 عدد سیب زمینی متوسط، 1 عدد پیاز متوسط که باید اون رو نگینی خرد کنیم و 2-3 قاشق رشته فرنگی. خب دوستان عزیزم، در ابتدای کار پیازمون رو که نگینی خرد کرده بودیم با 3-4 تا قاشق روغن اونها رو سرخ میکنیم تا طلایی بشه. وقتی که به این رنگ در اومد، توی این مرحله روبی رو که داشتیم اضافه میکنیم، یه مقدار خیلی کم اون رو تفت میدیم که رنگ خودش رو باز کنه. به این صورت بعد از اون نوبت میرسه به اضافه کردن سیب زمینی که داشتیم. سیب زمینیمون رو به قطعات این اندازه‌ای تقسیم میکنیم، خرد میکنیم، نه ریزتر از این و نه درشت‌تر از این، به این صورت. و یه تفت خیلی کوچولو میدیم به همراه پیازداغ و روبمون. فقط در حدی که از حالت خامی در بیاد. به این صورت توی این مرحله زردچوبه، فلفل و نمکی رو که داشتیم بهش اضافه میکنیم و اونها رو هم یه مقدار خیلی کوچیک تفت میدیم. خب بعد از اون نوبت اضافه کردن یک قاشق شنبلیله خشکی که داشتیم اضافه میکنیم و خیلی کم اون رو تفت، فقط به اندازه 10 ثانیه. اگر بیشتر تفت بدیم باعث میشه که شنبلیله تلخ میشه و غذامون رو بدمزه میکنه. حالا نوبت اضافه کردن آب میرسه. حدود 3-4 تا لیوان آب داخل قابلمه اضافه میکنیم و اجازه میدیم که قابلمه ما به جوش بیاد. وقتی که جوش اومد شعله گاز رو میذاریم روی درجه متوسط و اجازه میدیم که 10 دقیقه قل بخوره و بپزه. بعد از اون برمیگردم و دوباره فیلم میگیرم. خب دوستان عزیز، 10 دقیقه از زمان پخت گذشت. تو این مرحله 2 تا از تخم مرغ‌هایی رو که داشتیم جدا جدا داخل قابلمه میریزیم و به هیچ عنوان اونها رو هم نمیزنیم. میذاریم که حالت درسته داخل اشکنه ما ببنده. بعد از 5 دقیقه دوباره برمیگردم و فیلم میگیرم. خب دوستان، 5 دقیقه دیگه هم گذشت و سیب زمینی و تخم مرغ ما پخته شده. توی این مرحله
دو سه قاشق رشته فرنگی رو که داشتیم داخل اشکنمون اضافه میکنیم و یک مختصر کوچولو هم میزنیم. بعد از اون یه دونه از تخم‌مرغ‌هایی رو که نگه داشته بودیم رو با چنگال یه مقدار خیلی کم میزنیم تا از حالت لختگی در بیاد، به این صورت تا همین اندازه کافیه. بعد این رو به اشکنمون اضافه میکنیم و همزمان اون رو هم میزنیم تا یه حالت رشته رشته ببنده و نمای زیبایی پیدا کنه، به این صورت. خب حدود 5 دقیقه دیگه اشکنه ما آماده است و میتونیم اون رو سرو کنیم. همونطور که دیدید این غذا فوق‌العاده راحت و ساده درست میشه و در این حال یک غذای خیلی خوشمزه و مقوی هست که قدیمی ها این غذا رو خیلی استفاده میکردن و بهتون پیشنهاد میکنم که زمانی که وقت ندارید و حوصله غذا پختن ندارید این اشکنه رو آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. خب 5 دقیقه دیگه من این غذا رو داخل یک ظرف سرو میکنم و خدمتتون نشون میدم. دوستان عزیزم اشکنه سنتی ما هم آماده شد و من اون رو داخل این کاسه سرو کردم به همراه نون سنگک و ترشی لیته. امیدوارم که شما هم از این برنامه خوشتون اومده باشه و این غذای خوشمزه و دلنشین رو آماده کنید و در کنار اعضای خانواده از خوردنش لذت ببرید. خب دوستان عزیزم اگر که برنامه من رو دوست دارید لطفاً به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید، اون رو به اشتراک بگذارید و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.